من یه روزی در واقع توی دادگستری که کار میکردم، یه 2 سالی من در دادگاه خانواده کار میکردم، یه 8 سالم دادگاه کیفریه که فعلی که جنایی سابق میشه، این بعد از انقلاب دیگه. بله تو 60 تا 70. خب بله بعد یه روز من توی کاخ دادگستریم بودم، این باز تکراریه ولی همینجوری شما فرمودید من یادم افتاد که بگم مطرب چرا، اصلا چرا من با تمام وجودم مطرب رو بازی کردم؟ به یه دلیل، ریشش در عباس قادری بود. من داشتم تو کاخ دادگستری میرفتم، دیدم عباس قادری دارم میارنش، میبرن شلاق بزنه. من ایشونو میشناختم، ایشون من نمیشناختم، من دیدم دارم پلیس قضایی داشت میبرد به سلا اینا رو. بعد من اومدم یه سلام علیک کردم و خب آقای قادری هم سلام علیک کرد، خیلی هم ناراحت بود، دارم میبرن شلاق بزنن، کسی که یه عمر پول میریختن رو پاش، یعنی وقتی میاد رو صحنه خدا شاهد یه 2 بند از شعر هم بیرون میخوندن نامعمولا، بعد میومدن توی روی صحنه، هر کی هر چی جیبش بود میریخت رو صحنه در واقع. بعد من اومدم این بچه پلیس قضایی بودم، کجا دارید میبرید اینو؟ گفت دیشب تو مهمونی خونده، دارم برن شلاقش بزنن. من راه افتادم باشون، راه افتادم رفتم پیش اون کسی که مسئول مثلا شلاق زدن بود، اونم انگار مادرزاد زاییده بودم برای شلاق زدن. یعنی انقدر کلیه از کار انداخته بود این آدم که اونایی که مثلا شلاق خورده بودن، مثلا یه رفیقشون میگه آقا یه موقع اگه گیر افتادید رفتید اونجا بگید شلاق رو به دستتون بزنم ولی کلیت رو نصیب میبینه ها. بعد میبینید چقدر عصبای دست از بین رفته بود بابت این قضیه. حالا اینا من کاری ندارم، من رفتم اونجا با اون، بالاخره ما رو میشت. ببینید حالا شاید به زعم شما الان ایشون خلاف کرده، مثلا دیشب در مهمانی خونده، ولی این آدم میدونید همین الان بیاد بیرون چقدر هواخواه داره؟ به حرمت این دلایی که شاد کرده، به حرمت این لحظاتی که به سلو ساخته برای مردم، اول اختزای شرایط ما این نکنید این کارو. و اونا به من گفتن خیلی ما باید حکم اجرا بکنیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم مثلا فرض کن قرآنی این کار رو انجام بدیم، حالا لطف کردن من حالا این بخش کار قرآنی یعنی یواشتر بزنیم. بله دیگه، خب دیگه قرآن وقتی باشه خود به خود این زور کار. حالا گفتن اینو، ولی یه اتفاقی افتاد که من اینو همین اخیراً که به اصطلاح با آقای جیرانی به اصطلاح صحبتی داشتیم، یه همچین محفلی بود اینا، من اینو تعریف کردم، دیدم آقای قادری تلفن منو پیدا کرده زنگ زد به من، خدا شاهد اشک میریخت پشت تلفن، میگفت نمیدونی این حرفی که شما اسم منو بردی، من چقدر تلفن داشتم که فلانی برو ببین پرستویی مثلا پس کن در مورد چی گفت. دم آقا اینا احترام دارن، به خدا اینا قابل احترامن و اینا جنایتی مرتکب نشدن واقعا، یعنی حداقل من خودم به عینه شاهد بودم اینا خیلی لحظات خوش و شاد برای همه آفریز کنن. مطرب در واقع برای من یه جور ادای دینه.